در ادامه این بحث، یعنی مسئله جاسوسی، مسئول سازمان مخفی که عمده فعالیت جاسوسی در آنجا متمرکز شده بود توضیحاتی خواهند داد. آقای پرتوی، مثل جیره قضایی این آقایون شکنجه رو صبح و ظهر و عصر اعمال می‌کردند، نه فقط نسبت به من، نسبت به تک تک رهبری حزب توده ایران. شکنجه ما رو به اون مختل رسوند، من رو آویختن، دستبند زدن، یک حلقه از سقف آویختن به اون و ارتفاعشو اینقدر گرفتن که نوک پنجه پام فقط به زمین میرسید. بعد میبردن جلو، رها میکردن، پاندول میشد. شما نمیدونید مثل این که تک تک این جواره بدن رو میگیرن با مقاش میکشن بیرون. ولی مگر این میتونه تداوم پیدا بکنه؟ بلا فاصله مجبور شدن به علت ایست قلبی تو پتو بپیچن من رو ببرن بیمارستان، که وقتی از بیمارستان من برگشتم دیدم پشت در دستشویی نوشته عموی زیر شکنجه کشته شد. از سلول اونجا دیده بودن منو پتو پیچ کردن و بردن. اینایی که میگم فقط درباره من اجرا نشده ها، درباره تک تک رفقای ما به اشکال گوناگون انجام گرفته. گفت که آقای عمویی رابطه تو با همسر امام بگو. اصلا من شوکه شدم، گفتم چی؟ شما هر گونه اتهامی به ما، به سازمان ما، به دخترامون، پسرامون میزنید، شرم بکن به امامتون شما. گفت نه از اون رابطه ها. گفتم پس چه رابطه؟ گفت رابطه سیاسی تو با همسر ما، یعنی چیزی که وجود نداره، حالا هی بزننت تو چی میتونی بگی؟ بعد از یک هفته آمدن به من گفتن که شما دوستی به نام ثقفی داری؟ گفتم بله. فکر نمی‌کنم خود ثقفی دیگری میتونه وجود داشت، مضافاً این که میتونی به اون تلفن زنگ بزنی و راه داره برای فقط از طریق ضربه زدن، شلاق زدن و بدترین شکل ممکن. در لابلای این زدنها که دیگه ما به نهایت ضعف میرسیدیم، میگفت مصاحبه میکنی؟ حتی اون موقعی که ما پذیرفتیم و رفتیم نشستیم، دوربینا اومد ضبط بکنه مطالبو، مثلا من میگفتم خلافایی که حزب مرتکب شد قطع میکردن، ما رو میبردن دوباره اتاق شکنجه. نه خلاف چیه؟ چی؟ جملات رو تعیین میکردن، واژه ها رو تعیین میکردن، خیانت هایی که حزب توده ایران کرده. بعد از اینکه برای اولین بار من رو بستن روی تخت و آماده فرود اولین ضربه کابل بودم، دیدم هر دو بازجو دست به آسمان بلند کردن، بار الله تو گواهی برای عظمت اسلام، ما این کار میکنیم، و شروع کردن بزدن. واقعا من قبل از دستگیری این دوره، این بسیجی هایی که میرفتن رو مین و جان میباختن، واقعا خیلی مورد علاقم بودن، خیلی مورد احترامم بودن، به خاطر باورشون، به خاطر آرمانشون، حالا درست یا غلط. ولی حیرت زده بودن که آیا واقعا با شلاق پارو تیک پاره کردن برای عظمت اسلام میتونه باشه؟
من هرگز نتوانستم خودم قانع کنم که اینجا هم یک صداقتی وجود داره، یک باوری وجود داره. اینجا دیگه یک جریان دیگری هست.